یه اعترافی همین اولش من بکنم که من واقعا از نامگذاری قطعات آرمین زارعی یا همون تو AFM سابق خیلی خوشم میاد، یعنی اسمگذاری قطعاتش عالیه. بزن یه زنگ، کجایی؟ الان کجایی؟ و الان بگو بینم، بگو بینم، یعنی بگو ببینم نه، بگو بینم. خب و نکته جالبتر این که من توی یوتیوب خود آرمین دارم این آهنگو میشنوم، جلوی اسم آرمین زارعی نوشته تو AFM و احتمالا روی این تو AFM فکر میکنم احتمال داره که مانو بخواد بده سر کنسرتاش، چون خیلی ها هنوز شاید آرمینو به نام آرمین زارعی نشناسن و با اون تو AFM یه عمده شهرتش اصلا به وجود اومده. حالا آهنگ جدید داده، 3 دقیقه و 23 ثانیه، من دیوونه نیستم که اینک گذاشتم، چشممو عمل کردم و بریم اینو بشنویم. یه خیلی آهنگ داره منتشر میشه توی همین یکی دو هفته و انگار که کل مارکت میخواد مثلا تلافی این 4-5 ماهی که همه چی راکت بوده رو در بیاره و امیدوارم که آهنگای با کیفیت منتشر بشه و این با کیفیت بودنه خیلی جذاب میکنه این پرکاری رو. و الان که آخرای بهمنیم، آخراش نیستیم، اواسط روبه آخراشیم، چجوری هم حرف میزنم، فکر میکنم برای اسفند یا عید کنسرت آرمین رو داشته باشیم. به نظرم کنسرت فوق‌العاده جذاب میشه، مخصوصا اگر حتی بتونی یک کوچولو از آهنگای قدیمیشو بخونه. برو بریم برای بگو بینم. ترانه شرقی، اوکی، ترانه ملودیش که خودشه احتمالاً، بذار تو گوشی نگاه کنم، ترانه ملودی خودشه، تنظیم مسعود جهانی. او یکی حاضره هر کاری کنه نیاد خم به ابرود به دلت، اصلا هرچی تو بخوای هرچی تو بگی میان دنبال درده که بری، میشه هر وقت دلت کیف در گوش خودم حرفا تو بگی، تو فقط باید مال من باشی هر وقت نبودی حال من باشی، خودم کنارت میمونم هر وقت هر جا لازمم داشتی، هیچ حس بدی ندارم به تفتم این شواسم به واسه خودت که میگم دور شو از هر کی که برات زمه. بگو میرم سرانیستی کلا چه قوی شروع کرد، دوش رو از هر کی که برات سمه، درس اخلاقی آرمین زارعی صفحه 14، خیلی خفنه. و من یه بار دیگه فکر کنم توی ویدیوی ریاکشن آرمین گفتم که یعنی مسعود جهانی به عنوان یه تنظیم کننده به دو بخش تقسیم میشه، وقتی برای دیگران کار میزنه تنظیمی بنده، وقتی برای آرمین زارعی کار میزنه. من تا حالا یک کار از آرمین زارعی نشنیدم که تنظیمش حتی ضعیف یا خیلی مارکتی باشه. فکر میکنم خود آرمین وای میسته بالا سرش میگه ببین اون کیکی که زدی رو بردار یه جوریه اجراش کن، یعنی اینقدر ریزبینی میتونه دلیل همچین تنظیم با کیفیتی باشه. بریم ندارم به دستم این شواسم به واسه خودته که میگم دور شو از هرکی که برات سمه، بگو بینم چرا نیستی کلافم، هی چرا همه چی رو اصابمه، بگو بینم بگو بینم بگو بینم چجوری من کم به شلافم به چجور فکرم در آرمه، چجوری من چجوری من چجوری من بگو بینم چرا نیستی کلافم، هی چرا همه چی رو اصابمه، بگو بینم بگو بینم خورستشم خفنه، چجوری من کم به شلاخم به چجور فکرم در آرمه، چجوری من چجوری من چجوری من وای. این ویولونسلی که استفاده میکنه توی همه کاراش اصلا دیوونه کننده است، یعنی اصلا به سبکش نمیخوره که بخواد ساز زنده استفاده بکنه. حالا ساز زنده استفاده میکنه، ممکنه مثلا بهش بخوره استفاده بکنه، ولی دیگه مثلا نه ویولونسل. ویولونسل یه چیز خیلی سنگینیه که به هر کسی نمیاد، یعنی به هر موزیکی نمیاد.
ببینم اینجا چی داریم؟ نزده نوازنده ها رو نزده لیستشو که مثلا کیا نوازندگی کردن، ولی به شدت این بشر خفنه. یعنی آرمین زارعی چه آرمین تویفن باشه، چه قبل از مجوز باشه، چه الان باشه، به عنوان آرمین زارعی به نظر من خفنه و خیلی کم کار میده. لامصب خیلی کم کار. من یکی از انتقادایی که بهش وارده فکر میکنم همین باشه که خیلی کم کاره، اما وقتی کار میده بالای 90% اون کار قویه، یعنی اصلا هیچ شکی توش نیست. و یه نکته دیگه این که حالا بین مریض تبلیغی هم بکنم، این قابای راوی رو میبینین، اگه خواستین از آهنگای آرمین روی دیوار اتاقتون داشته باشین میتونید به کانال تلگرام راوی سر بزنید، مدلای مختلف، طرحهای مختلف، هر کدوم که دوست داشتین سفارش بدین. تا 2 روز بعد از انتشار این ویدیو ریاکشن هم یه تخفیفی براتون لحاظ میشه اگر بگین از طرف من هستین و فقط آهنگای آرمین رو بخواین سفارش بدین. برو بیان سه از اول اینه. بعد جذابیت شنیدن این ویولنسل توی کنسرت خیلی خوش نشون میده به نظرم. همه سازا میان پایین. این نبینم قدیما من نبینم قهری با من. چه سبک و استایل باحالی برای خودش ساخته آرمین که فکر میکنم رقیب نداره، یعنی هیچکی نمیتونه عداشو در بیاره حتی، و این جذاب ترش میکنه. نبینم قدی با من خودم حاله بده تو خری دارم، چقدر دوست دارم از رفسی خونی هم موسیق جدید هم قدی با من آی. بفتی نمیشه دیری شد طرف فنش بوده خونی هم موسیق جدید هم قدی با من بفتی نمیشه دیری شد گفتی نمیشه دیده شد. خیلی تند ادا میکنه کلماتو، واقعا این کاربلدیشو داره نشون میده که این استایلشو اینجوری بسته روی این ترک. حالا مثلا روی بعضی از ترک ها خیلی شل میخونه. حالا بعد تو خریدارم، چقدر دوست دارم از رفسی خونی هم موسیق جدید هم قدیم آمم. گفتی نمیشه دیده شد، چرا نمیخود میری شد، یعنی میشه این آدم ببینه کنار تو پیش رو خیال میده نگردش، نه چرا نمیخوادی میری شد، یعنی میشه این آدم ببینه کنار تو پیش رو میتونم اینونی حال میده نگردش، نرسیم میگیرم خب نورزش میکنم، نه اصله یه سرکار دارم که تو پیش میرم نه نلرزش میکنم، آره من به تو همش فکر میکنم، بگو مشکل چیه من حلش میکنم، ببین وقتا که بهونه میگیری راستش رو بخوای منم هش میکنم، بگو میرم ترا نیستی کلافم. و یه نکته دیگه ای که آرتیست هایی مثل آرمین که الان خیلی کم شدن، یعنی کم نه از این لحاظ که اینقدر کیفیت رو لحاظ میکنن، نه، الان خیلی از آرتیست ها ترانه هاشون هم خودشون مینویسن، ولی این که اون ترانه رو معمولا مثلا جمعش میکنن خیلی کوتاه، همون استاندارد، حالت استانداردش، مثلا چه میدونم 2 بیت ورس رو لحاظ میکنن و 1 بیت هم کورس که تکرار میشه و اینو نهایت توی 6-7 بیت میبندن ترانه کارو، ولی مثلا یکی مثل آرمین توی همین آهنگ اصلا رای دورگ هم نمیریم، اصلا خصاصت به خرج نمیده و هی داره مینویسه و هی نوشته اضافه کرده فرستاده، با اینکه مثلا ممکنه مصرعاش خیلی کوتاه بشن، باره کوتاه کوتاه ببنده، اما در نهایت چیزی که تو میشنوی خیلی طولانی تر حس میشه. ممکنه تایم ترک همون 3 دقیقه باشه مثل خیلی از ترک های دیگه، اما وقتی تو میشنوی خیلی بیشتر از 3 دقیقه برات میگذره و کیف میکنی، میگی این مثلا خواننده اصلا دیدی مثلا میگن یارو مغازه کم فروشی میکنه، خواننده کم نذاشته، خودش نوشته و با دل و جون همینجوری اضافه کرده، همینجوری مصرع و قافیه است ریخته وسط، تو فرمای مختلف داره استایلش رو ادا میکنه،
یعنی تکراری هم نمیخونه. واه چقدر خوبه این ترک. حالا تا تو پیش میرم من لحظش میکنم، آره من به تو همش فکر میکنم، بگو مشکل چیه من حلش میکنم، ببین وقتا که بهونه میگیری راستش رو بخوای منم حلش میکنم. بگو میرم چرا نیستی کلافم، هی چرا همه چی رو اصابمه، بگو میرم بگو میرم بگو میرم چجوری من کم بشه علاقم به چجور فکرم در آرمه، چجوری من چجوری من چجوری من، بگو میرم چرا نیستی کلافم، هی چرا همه چی رو اصابمه، بگو میرم بگو میرم. تنظیم چی میگه؟ مسعود جهانی چی میگه؟ اینجا مکان چجوری من، بگو میرم چرا نیستی کلافم، هی چرا همه چی رو اصابمه، بگو میرم بگو میرم بگو میرم. هماهنگی با ملودی ده از ده. آرمینش رو شبیه چیز گفت؟ قدیمایی که میگفت آرمین تو اف ام. خیلی خفن بود و بعد از مدت‌های خیلی زیاد ازش یه کار عاشقانه شنیدیم به جای کار دیس لاف، یه کار لاف شنیدیم که به نظرم خیلی قشنگ و به جا و ریزکاری‌های خوبی هم داشت و تکست خوبی هم نوشته بود که هر تیکش رو میشه یه جای مثلا از این تکست گرافی‌ها که دیدین توی اینستاگرام میشه استفاده کرد و خیلی خفنه. آقا یه دقیقه وایسا، اون قابی که گفتم میتونید از نزدیکم ببینید، حالا بیارم نزدیک‌تر، یه کد کیو آر داره که با گوشی اسکن میکنید، موزیک از پلتفرم خود آرتیست پلی میشه و اینجوری ازش حمایت میکنید، حق کپی رایت رعایت میشه و به جای اینکه یه آهنگو بفرستین برای این و اون ور مثلا تلگرامی جایی، من قابش کنین برای طرف بفرستین. عکس هم میشه شخصی سازی کرد که مثلا عکس خودشو بذارین و حالتهای دیگه که به این توی تلگرام راوی، حالا مدلهای مختلفش رو میبینین. منظورم خیلی کار با ارزشیه و کسایی که تا پس فردا، یعنی دو روز بعد از این ویدیو بخوان سفارش بدن، هم یه تخفیف براشون لحاظ میشه از طرف من. و این آهنگ توی FM خیلی خفن بود، امیدوارم که تا آخر سال، یعنی توی همین یه ماه و 10-15 روزی که مونده، بازم کار ازش بشنویم، یعنی یکی دو تا کار فکر میکنم حداقل باید ازش بشنویم تا ترک لیستش برای کنسرت پر بشه که بتونیم توی عید کنسرت آرمین رو داشته باشیم. آرمین قرار بود توی تابستون، اوایل تابستون فکر میکنم کنسرت داشته باشه و حتی توی نمیدونم سایت هنر تیکت بود چه سایتی فروش بلیت کنسرتی بود، هنوز زده به زودی کامیسون، یعنی از من یادم اردیبهشت زده بود کامیسون برای کنسرت آرمین و امیدوارم زودتر اتفاق بیفته. خیلی حس میکنم جذاب باشه این کنسرت. آقا خیلی چکرین، مراقب خودتون باشین تا یه ویدیو دیگه، امیدوارم لذت برده باشین. من خیلی حال کردم با این ترک و آرمین بدون شک بدون رقیبه توی این مارکت موسیقی، هم نوع موسیقیش، هم نوع استایلی که به صداش میده و هم تکستی که مینویسه، اصلا معروفه به دیسلاف. خیلی چکرین.